نزدیک به 500 پناهجوی افغان در پارک آرئوس در مرکز شهر آتن پایتخت یونان در زیر چادر زندگی می کنند. دولت یونان به رغم بحران مالی که این روزها با آن دست به گریبان است، قرار است ساختمان‌هایی برای اسکان موقت این مهاجران احداث کند تا از این وضعیت بغرنج نجات پیدا کنند. یکی از پناهجویان افغان می گوید ما در افغانستان مشکلات زیادی داریم که شما نمیدانید. مثلا اینکه معلوم نیست مردم به چه دلیلی کشته می شوند. طالبان هست، داعش هم هست. بیشتر مهاجران افغان می خواهند یونان را ترک کنند و به کشورهای دیگر اروپا بروند. اما تا زمانی که در یونان هستند، دولت و سازمانهای خیریه یونان مجبورند به آنها کمک کنند. خبرنگار یورونیوز در آتن میگوید این 500 مهاجر از پارک منتقل خواهند شد و سرپناه پیدا خواهند کرد، ولی بعد چه؟ گروه های بعدی که به آتن میرسند چه خواهند کرد؟ تعداد افرادی که به جزایر یونان در دریای اژه میآیند به طرز رقتباری رو به افزایش است و یونان قادر نیست به وضعیت این همه پناهنده رسیدگی کند. باید دانست که این نه فقط مشکل یونان و ایتالیا، بلکه مشکل تمام اروپا است.